بسم الله الرحمن الرحیم سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان تاکید مجدد احمد مسعود بر افزایش مقاومت علیه طالبان جزیات آبروبری نمایندگان گروه طالبان در کشور روسیه درگیری های میان گروه طالبان و جزیات تلفات در خوست و در ادامه این گزارش سر حقانی خواهان توقف جنگ در افغانستان شد برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید که برای کشاندن طالبان به میز مذاکره جنگ چرکی را در افغانستان شدت میبخشد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید که هیچ مذاکره با طالبان درباره صلح وجود ندارد. او قول داده است که جنگ چرکی را برای کشاندن گروه طالبان به میز مذاکره شدت می دهد. احمد مسعود همچنان گفته است که تعداد نیروهای این جبهه از 1200 به 2000 نفر افزایش یافته است. احمد مسعود اصر روز پنجشنبه شش میزان در مراسم رونمایی یک کتاب جدید در پاریس گفته است که تنها راه کسب مشروعیت برای طالبان برگزاری انتخابات است با این حال به گفته های احمد مسعود انتظار نمی رود که چنین چیزی اتفاق بیفتد رهبر جبهه مقاومت ملی گفت است که طالبان از هر گونه گفتگو امتناع ورزند و میخواهند که جهان و مردم افغانستان آنها را به عنوان تنها گزینه بپذیرند در حالی که چین نیست رهبر جبهه مقاومت ملی با اشاره به مجهز بودن کامل طالبان گفت است که نیروهای این جبهه مجبور شدند که تاکتیک چرکی خود را تغییر بدهد احمد مسعود گفت است که ما سال گذشته روی کرده بهتری را انتخاب کردیم و آن جنگ چرکی است به همین دلیل است که کمتر دیده می شویم اما تاثیر بیشتری علیه طالبان داریم رهبر جبهه مقامت ملی افزود است که نیروهای این جبهه هیچ کمک نظامی دریافت نمی کنند و به ذخیره های تسلیحاتی موجود متکی هستند و گفته است که آنها نیاز به مهمات جنگی دارد باید افزود که رهبر 34 ساله جبهه مقاومت ملی گفته است که کافی است که برای طالبان دردسر باشیم نه اینکه آنها را سرنگون کنیم یا اینکه آنها را آنقدر درد بدهیم تا برای گفتگوهای درست و معنادار حاضر شوند بنابراین این چیزی است که جهان باید بفهمد در ادامه این گزارش اختلافات میان گروهی طالبان در خوست جان چهار طالب را گرفته است منابع محلی در خوست میگویند که اختلافات میان گروهی و مشاجره لفظی میان طالبان در این ولایت جان چهار جنگجوی گروه طالبان را گرفته است منابع از این ولایت روز جمعه هفت سرطان میگوید که بعد از چهار روز گذشته مولوی محمد عارف مشهور به سیاد سارگر مدیر استخبارات طالبان در ولسوالی مساخل ولایت خوست با دو محافظش از سوی یک عضو دیگر گروه طالبان به نام صابر منگل تیر باران شده و کشته شده است. منابع افزوده است که صابر منگل نیز در نتیجه تیراندازی محافظان مولای عارف کشته شده است. بر اساس اطلاعات تنش لفظی میان اعضای گروه طالبان بعد از آن منجر به تیراندازی شد که آنها در نتیجه یک عملیات نظامی مقدار سلاح و تجهیزات نظامی به دست آورده بودند و در تقسیم آنها با هم اختلاف پیدا می کند. گفتنی است که اختلافات میان گروه طالبان پیش از این نیز در چندین ولایت افغانستان سبب درگیری های مسلحانه شده است. و گزارش دیگر این که طالبان پاسپورت خود را در سوپرمارکت‌های مسکو روسیه مفقود کردند. یک از هیئت طالبان که برای نشست مسکو در مورد افغانستان وارد روسیه شده بود پاسپورت خود و همکاران خود را مفقود می کند. از کشور روسیه گزارش رسیده است که یک از نمایندگان طالبان که در خصوص نشست فرمات مسکو در مورد افغانستان بر روسیه آمده بود برای خرید مواد غذایی به سوپرمارکت مسکو در آنجا می رود و در آنجا بکس پول به مدارک سه نفر از همکارانش را گم می کند. پلیس در حال حاضر جستجو برای اسناد طالبان را آغاز کرده است خاطر نشان می شود که تحقیقات در مورد مفقود شدن پاسپورت اعضای هیئت طالبان در مسکو آغاز شده است و گزارش دیگر این که سراجدین حقانی وزیر داخلی گروه طالبان میگوید که جنگ در افغانستان مشروعیت ندارد و بهانه نیز برای ادامه جنگ در افغانستان وجود ندارد سراجدین حقانی این سخنان را روز پنجشنبه شش میزان در یک نشست در ولایت پنجشیر بیان کرده است سراجدین حقانی در صحبت از کسانی که به بیرون کشور رفته اند همچنان خواسته که دوباره به افغانستان برگردند و در آبادی افغانستان سهم شوند وزیر داخل طالبان گفته است که هیچ بهانه و مشروعیت برای جنگ در افغانستان وجود ندارد اشغال پایان یافته و نظام اسلامی تشکیل شده است و بهانه تراشی در برابر این نظام هیچ مشروعیتی ندارد سراج حقانی همچنان علاوه کرده است که مردم پنشیر بر رهبرانشان وفادار بودند و به همین دلیل متذری شده است او در ادامه افزود است که باشندگان پنشیر مردم متدین و شجاعی هستند و جهاد در برابر روزها در حافت افغانستان ثبت شده است بیننده های محترم کانال شهر نیوز نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز از افغانستان چیست نظر خود را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید تا یک گزارش شاید دیگر خدا نگهدار